کم کردن میانگین چیه چطور میتونیم جلوی ضرر بیشتر رو با استفاده از این روش بگیریم و چطور میتونیم سودمون رو بیشتر بکنیم با استفاده از این روش با من تو این ویدیو همراه باشید درود بر شما امیدوارم حالتون خوب باشه من معین صادقیان هستم و مثل همیشه توی این کانال راجع به مباحث اقتصادی و سرمایه گذاری با شما صحبت میکنم بنابراین اگه علاقه من هستین ازتون دعوت میکنم که حتما کانال رو مشترک بشید یا سابسکرایب کنید میانگین کم کردن چیه؟ یک استراتژی بسیار خوبه مشروط بر اینکه قوانینش رو درست رعایت بکنیم که با استفاده از این استراتژی نه تنها ضرر خودمون رو کم بکنیم بلکه سود آیندهمون رو هم به طور فزاینده افزایش بدیم توی این ویدیو در ادامه بهتون کامل توضیح خواهم داد که میانگین کم کردن به چه شکل عمل میکنه میانگین کم کردن چه قوانینی داره ما چطور باید اون رو رعایت بکنیم اما یه نکته مهم رو قبل از اینکه وارد آموزش بشیم لازم میتونم در مورد میانگین کم کردن بهتون بگم دوستان خوبم این استراتژی این اصطلاح ها این چیزهای مختلفی که ما راجع به بازارهای مالی به شما آموزش میدیم یا جای مختلف استادای بزرگی هستن دوستان عزیزی هستن آموزش میدن اینها رو به خوبی هم دارن آموزش میدن قرار نیستش که همه این استراتژی ها رو همیشه به کار ببریم و اینکه چون توی یک مثلا صفحه اینستاگرامی توی یک کانال تلگرام یک جای یک سایتی صحبتی راجع به این میشه که خب الان وقت میانگین کم کردنه به این مفهوم نیستش که ما وارد عمل بشیم و این کار بکنیم ببینید ما یک استراتژی شخصی باید داشته باشیم یک برنامه ریزی جامع برای سناریوهای مختلف باید داشته باشیم موقعی که میخوایم یک سهمی رو خریداری بکنیم باید تم... چند تا سناریو رو در نظر بگیریم تمام حالتها رو در نظر بگیریم و بعد خودمون رو آماده بکنیم که هر حالتی اتفاق افتاد براش یک اون عملیاتی که متناسب با اون هست رو در واقع انجام بدیم بنابراین این که من بتون اینجا میانگین کم کردن رو کامل آموزش میدم به این مفهوم نیستش که هر وقت یه سهمی خریدید و اون سهم شروع کرد بیاد پایین تر از این ترفند استفاده کنید یا هر ترفند دیگه که بتون آموزش میدم همه اینها متناسب با شرایط خاص خودشون و لازمه که شما تمام اینها رو در زمان درست خودشون استفاده بکنید بریم سراغ درس امروز ببینیم میانگین کم کردن چیه قوانینش چیه و کجا میشه ازش استفاده کرد کم کردن میانگین و مفهوم اون رو توی این اسلاید هم خواهم بهتون آموزش بدم در مورد کم کردن میانگین همونطوری که پیشتر بهتون گفتم خیلی تعابیری که هست تعابیر درستی البته آموزش هایی که هست آموزش های نسبتا خوبیه ولی یه سری چیزها رو من ندیدم که جای آموزش بدن علتشم نمیدونم چیه من فکر میکنم که کم توجهی شده به این نکات و قوانین کم کردن میانگین و الان من میخوام در واقع مفهومش رو براتون مفهوم رو کم کردن میانگین رو براتون کامل توضیح بدم و این قوانین رو با هم چک بکنیم کم کردن میانگین اصلا به چه دردمون میخوره کم کردن میانگین یه روشیه که روش خوبیه اگر شما یک تحلیلی روی یک سهمی داشته باشید روی یک کالایی روی یک ارسی طلا تلا ارز روی رمز ارزها بیت کوین اتریوم روی هر کدوم از اینها که شما تحلیلی داشته باشید و پیش بینیتون اینه که سهم رشد میکنه ممکنه شما توی یک ناحیه وارد این سهم بشید وارد این نماد بشید و از همون جایی که شما وارد شدید سود نکنه یعنی یه مقداری بعدش بیاد پایین تر و بعد شروع بکنه به سود کردن کم کردن میانگین برای اینه که شما اون مقداری که در واقع داره ضرر میکنه قیمت داره میاد پایین و شما متضرر میشین رو جبران بکنه و درصد ضرر شما رو به شدت کاهش بده از اون طرف درصد سودتون رو سود احتمالیتون رو به شدت افزایش میده با این توضیح که عدد واقعی در واقع زیان شما تغییر نمیکنه حالا بهتون میگم به چه صورت اولی که قوانین کم کردن میانگین رو حتما باید بدونیم این قانون ها رو اگر نداشته باشه این کم کردن میانگینتون اصلا انجام ندید اینا رو این قوانین رو من به هیچ وجه اینجا ندیدم اصلا خیلی بررسی کردم کم کردن میانگین رو جای مختلف ولی این قانون ها رو نگفتن اینا واقعا قوانینیه که اگر رعایت بکنید خیلی بهتون کمک میکنه اولین قانونی که هست اینه که تحلیل پیشینتون نامعتبر نشده باشه یعنی شما من بذارید برم روی نمودار دو تا اسلاید برم جلوتر اینجا شما نگاه بکنید فرض بکنید که شما توی این نقطه خرید میکنید و پیش بینیتون اینه که این نقطه چین محقق بشه و قیمت برسه به هدف خودش 128 تومن مثلا اینجا نقطه 100 تومن اینجا برسه به 128 تومن و اما نمودار واقعا این روند رو تقیم یعنی میاد پایین و بعد میره بالاتر شما تحلیل تو این بوده که برسه به 128 شما اگر قیمت اومده بود پایین تر شما باید مطمئن بشید که تحلیلتون فیل نشده و این خیلی نکته مهمی تحلیل همچنان باید معتبر باشه فیل شدن تحلیل یعنی دیگه نامعتبر نیست پس تحلیل پیشینتون نباید نامعتبر شده باشه یعنی همچنان باید اعتبارش پا بر باشه منتها حالا یه مقداری سهم اومده پایین و بعد دوباره شروع میکنه بره بالاتر با همون تحلیل شما با همون تحلیل قبلیتون Uh, پس احتمال افزایش قیمت همچنان بالا باشه مورد دومش اینه که حد ضرر ما نخورده باشه دوستان ببینید حد ضرر یک قانونی که شما باید بهش احترام بذارید قانون باید برای خودتون وضع کنید و بهش احترام بذارید حد ضرر ما نباید خورده باشه اگه حد ضررتون توی یک تحلیلی خورده است همو بفروشید دوباره تحلیل کنید و دوباره جای دیگه اگه لازم شد وارد بشید اگه حد ضررتون خورد اصلا با سهم همراه نشید و اون رو بفروشید پس حد ضرری که من قبلا یه ویدیو مفصل در داشتم یه ویدیو رو میتونید ببینید حالا لینکش هم میذارم کسایی که از یوتیوب میبینن این بالای صفحه میذارم لینکش رو که بتونید به دسترسی داشته باشید و ببینید اونو که حد ضرر به چه صورته یه قوانین خیلی ساده ای گفتم این قوانین رو سختش نباید بکنیم متاسفانه توی کتاب های مختلف هم میبینم که همه چیز رو خیلی سخت میکنن میپیچونن داستان و عجیب غریب میشه همه اینا رو میشه به زبان ساده و یکم فرمولای ساده اینها رو بیان کرد پس حد ضرر ما نباید خورده باشه این خیلی مهمه مورد سوم اینه که بس قبل از که وارد مورد سوم بشیم مورد دوم یه بار دیگه بگم هر وقت حد ضرر ما خورد دیگه تمامه کلا از اون سهم میایم بیرون و دوباره مثلا یا تحلیلش میکنیم یا وارد یه سهم دیگه میشیم پس این خیلی مهمه دیگه اگه حد ضرر خورد نباید دوباره خودمون درگی رو درگیر اون سهم کنیم مورد سوم قانون سوم اینه که حجم خرید اولیه‌مون از نصف سبد سرمایه گذاری کمتر باشه یعنی چی یعنی مثال میزنم براتون اگر کل پورتفوی شما توی بازار بورس مثلا 100 میلیون تومنه نباید اون سهمی که الان خریدید پنجاه درصد اونو اختصاص داده بشه به خودش بعد بخواد میانگین کم کنید اگه پنجاه درصد رو به خودش اختصاص داده به نظر میانگین کم نکنید و این کار اتفاقا عاقلانه نیست چون که ممکنه وارد باطلاق ضرر بشیم که الان بتونی توضیح مختصری میدم حجم مورد چهارم قانون چهارم اینه که حجم کم کردن در واقع حجم کم کردن میانگین شما به علاوه حجم خرید اولیتون از نصف سبد سرمایه گذاری باید کمتر باشه یعنی شما اونجایی که توی نمودار دوباره بریم ببینیم اینجا که خرید میکنید اینجا میخواید دوباره خرید بکنید که میانگین کم بشه که حالا براتون مفصل توضیح میدم جمع دوتاش نباید بیشتر از 50 درصد پورتفوی شما بشه این خیلی مهمه و مورد آخر اینه که در مرحله احتمالی دوم به بعد در کم کردن میانگین بنیاد سهم و شرایط کلی بازارم در نظر بگیرید بریم جلوتر اینا رو همه یه بار دیگه روی نمودار بهتون توضیح میدم مفهوم باطلاق ضرر رو توضیح بدم اگر که اولا قوانین رو شما رعایت نکنید قوانین کم کردن ضرر رو دچار باطلاق ضرر میشید باطلاق ضرر باطلاق دیگه یعنی میافتی توش هر چم دست پا بیشتر فرو میری مفهومش هم اینه که یعنی هر چقدر شما ضرر میکنید باید یه مقدار بیشتری سود بکنید تا اون جبران بشه الان این تصویری که من این کنار گذاشتم ببینید میزان ضرر زدیم 10 درصد شما باید 11 ممایز 11 صدم درصد سود بکنید که این 10 درصد جبران بشه اگه 20 درصد ضرر کردی باید 25 درصد سود بکنی تا جبران بشه اگه 30 درصد ضرر کردی 43 درصد اگه 90 درصد ضرر کردی باید 900 درصد رشد بکنی تا اون ضرر جبران بشه خیلی دقت بکنید این مسئله باطلاق ضرر اینو من قبلا توضیح دادم براتون توی آموزش های دوره رایگان هست میتونید ببینید داخل یوتیوب موجوده میتونید اونجا ویدیو رو کامل ببینید مثالی که هم کردن میانگین چه جوریه فرض میکنید که شما اینجا هزار تا سهم از یه سهمی هرچی به ارزش 100 تومن میخری هزار تا سهم به ارزش 100 تومن یعنی شما 100 هزار تومن پول دادید برای این سهم پیش بینی تو اینه که این برسه به قیمت 128 تومن به ازای هر سهم و شما اینجا به ازا... این 100 هزار تومن که پول دادی 28 هزار تومن سود کنید حالا سهم نمیکنه از اینجا تو این نقطه چین بره بالا میاد یه مقدار پایین تر خب شما تحلیلتون یه بار یه بررسی میکنین تمام فاکتورها المانها همه رو بررسی میکنین و میبینید که همچنان سهم مستعدیه و جا داره که از اینجا هم که هست باز دوباره بره بالا و سهم و دوباره میاد یه مبلغ دیگه ازش میخواید تا اینجا دوستان شما چقدر ضرر کردید ده درصد ضرر کردید قیمت سهم شده 900 تومن 10 درصد ضرر کردید مبلغ کل زیانتون شده ده هزار تومن یعنی از اینجا اگر شما برسید به اون 128 هزار تومنه کلا 18 هزار تومن سود کردید حالا اینجا چه اتفاقی میفته؟ میرسه به کفش دیگه مثلا میرسه به قیمت هر سهمی 800 تومن و زیانتون میشه 20 درصد مبلغ زیانتون میشه 20 هزار تومن یعنی اگر از همینجا شما شروع بکنید برید برسید به 128 تومن شما 8 هزار فقط سود میکنی یعنی چقدر از اون سود اولیت از بین رفت به خاطر همین ضرری که اینجا متحمل شدی کم کردن میانگین برای اینه که این سود که از بین رفت و دوباره احیا کنی با CPR اینو احیا میکنی احیا به چه صورت این روش اولشه تو این مثال روش اول داریم اینجا هزار تا سهم خریدیم به ارزش 100 تومن خیلی خوب اومده پایین قیمت هر سهم شده 900 تومن زیانمون شده 10 درصد مبلغ زیان 10000 تومن حالا اینجا ما میایم و زرنگی میکنیم یه هزار تا سهم دیگه میخریم هزار تا سهم میخریم الان کل سرمایه گذاریمون اونجا صد هزار تومن بوده اینجا هزار تا نه صد تومن میخریم میشه نود هزار تومن هزار تا نود تومن البته این عدد اصلاح میکنم این نوده و این هم 80 اینو حالا من توی عکس ها بردم الان دارم ویدیو میگیرم ولی یه صفرش کمتر در نظر بگیم تا بقیه اعداد اینجا به نظر میرسه که درست باشه هزار تا سهم دیگه به قیمت 90 تومن میگیرم و خدمت شما هر که اینجوری کل سرمایه گذاری میرسه به 190 هزار تومن الان من کلا با اول که سرمایه گذاری کردم و این هزار تا که به قیمت 90 تومن خریداری کردم 190 هزار تومن پول دادم یه صد هزار تومن اول یه 90 هزار تومن اینجا یه ده هزار تومن ضرر کرده بودم که همچنان به قوت خودش باقیه ولی الان اگر درصد زیان من رو بخواید در نظر بگیری درصدش میشه 5 درصد به جای ده درصد درصد رو وردیم پایین حالا فایدهش چیه؟ فایدهش اینه که اینجا موقعی که رشد میکنه قیمت ما میبینیم که سودمون اصلا حالت اولش که 28 هزار تومن سود بود حالت دومش سودمون بیشتر میشه چطور بریم جلوتر ببینیم حالا اینجا قیمت هر سهم میشه 80 تومن این 800 ریال یا 80 تومن اینجا اشتباه یک صفر اضافه شده قیمت هر سهم 800 ریال یا 80 تومنه 20 درصد نسبت به قیمت اول ضرر کردیم مبلغ زیانمون شده 20 هزار تومن یه هزار تا هم اینجا خریدیم این هم به قیمت 90 تومن بود الان شده 80 تومن یه 10 درصد هم اونجا ضرر کردیم در کل اینجا هم 10 هزار تومن ضرر کردیم کل ضررمون شده 30 هزار تومن هزار تا سهمی هم اینجا می خریم رو قیمت 800 تومن البته تحلیل رو باید چک کنیم قوانین باید رعایت بشه هزار تا سهم جدید میگیریم کل مبلغ سرمایه گذاریمون میشه 270 هزار تومن که سی هزار تومن تا الان ضرر کردیم ولی مجموع ضررمون به جای 20 درصد شده 10 درصد اینم یه نکته ایه بعد حالا چه اتفاقی میفته وقتی که این هزار تا رو اینجا و این هزار تا یعنی هزار تا رو قیمت 90 تومن هزار تا رو قیمت 80 تومن به سهم اولی ما اضافه کردیم اگه حالت اول قرار بود که ما ۸ هزار تومن سود بکنیم و خب این اونجوری بهتون گفتم که سود موشه 8000 تومان 28000 تومان قرار بوده سود بکنیم میاد پایین از این پایین اگر بخواد برسه به با اون بالا ما به با تفاوت که بگیریم میشه 8000 تومان سود الان سودمون به جای 8000 تومان تو حالت دوم چون داراییمون 3000 تا است و هر بخشش رو که جداگونه حساب بکنیم میشه کل سرمایه توی این نقطه 384 هزار تومن یعنی سودمون 114 هزار تومن میشه سودمون فضاینده شد خیلی زیاد شد نسبت به حالت اول برای همینه که کم کردن میانگین اگر قوانین شرایط کنیم خیلی چیز خوبیه اگر قوانین شرایط نکنیم میافتیم تو باطلاق زرر تازه باید بشینیم این زررهای اینجا که هی داره زیاد میشه رو جبران میکنیم یه مثال دیگه هم هست بعضی ها از این ترفندم استفاده میکنن این قسمت بنفش مال اون بعضی هست. یعنی مرحله اول انجام میدن مرحله دوم هم انجام میدن هزار تا سهم جدید تو قیمت 90 تومن میخرن اما اینجا به جایی که هزار تا سهم تو قیمت 80 تومن بخرن میان دو هزار تا سهم به قیمت 80 تومن میخرن به اندازه کل دو تا خرید قبلیشون میان و اینجا یک خرید جدید میزنن اینجا درصد سود و زیانشون میشه 7 تا 8 درصد تو حالت قبلی 10 درصد بود توی این نقطه الان میشه درصد عدد ولی تغییر نکرده اینجا 30 هزار تومنه اینجا هم 30 هزار تومن حالا چون اینجا سرمایه گذاری بیشتر بوده کل سرمایه گذاریمون 350 هزار تومن بوده اونجا 270 هزار تومن چون سرمایه گذاریمون بیشتر بوده اینجا سود بیشتری رو به دست میاریم و میبینیم که سودمون 162 هزار تومن میشه چرا این اتفاق میافته دوستان؟ به خاطر اینکه من حالت بنفشه رو بگم ببینید اینجا ما از این نقطه 80 تومن تا 128 تومن با 2000 تا سهم جدید داریم میریم تو این حالت بنفش با 2000 تا سهم جدید میریم یعنی 2000 تا سهممون اینقدر سود میکنه 1000 تا سهممون تا اینجا که بیا تازه ضرر قبلیشو جبران کرده و بعد بقیهشو سود میکنه و هزار تا سهم دیگهمون تا اینجا که بیا تازه سر به سر شده و بقیهشو سود میکنه همش رو هم که بریزیم یه سود خوبی رو به دست آوردی میشه 162 هزار تومن این مثالی که اینجا زدم پس کم کردن میانگین اینجوریه معمولا هم دوستان توی مرحله اول و دوم خرید بیشتر نمیری مرحله سوم خرید معمولا اتفاق نمیفته یا دیگه نهایتش سوم من ندیدم کسی چهار بار میانگین کم بکنه این مورد پنجی هم که تو روز قوانینمون بود نگاه بکنید نوشتم که در مرحله احتمالی دوم به بعد در کم کردن میانگین بنیاد سهم و شرایط کلی بازار هم مد نظر قرار میدیم یعنی چی یعنی که آقا اصلا ما اینجا اگر شد مرحله سوم بازم اومد پایین اینجا مرحله اول در واقع خریدمون دوم سوم اگر از سوم اومد پایین تر و خواستیم باز خرید بکنیم همین جا حتی و حتی پایین تر از این باید بررسی بکنیم ببینیم اصلا سهم از نظر بنیادی خوبه وضعیت شاخص چجوره کل اقتصاد دنیا چجوره همه اینا رو باید بررسی بکنیم تا ببینیم که آیا اصلا می که ما با این سهم یا با این نماد یا با این طلا دلار هر که از همراه باشیم یا نه اگر براتون مفاهیم هنوز جا نیفتاده پیشنهاد میکنم یه بار یه ویدیو رو ببینین و مثال رو خودتون عددی انجام بدین تا کامل متوجه بشید که داستان از چه قراره لطفا بقیه ویدیوهای کانال یوتیوب و آپارات من حتما ببینید و ازتون خواهش میکنم که کانال رو حتما سابسکرایب کنید یعنی مشترک کانال بشید که بقیه ویدیوهای منم به راحتی بهتون پیشنهاد داده بشه و بتونید اونا رو ببینید دوستتون دارم انشالله همیشه در حال سود کردن باشید خودم